روی همین مورد بیشتر صحبت میکنیم با مهمانم در برنامه، آقای ولی فروزان، آگاه سیاسی که از طریق خط اسکای با ما وصل شدن. آقای فروزان سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. حملات اخیر بر مساجد و مکاتب در شهرهای مختلف افغانستان آیا توجیه پذیر است؟ سلام به شما، سلام به بیننده های گرامی تلویزیون طلوع نیوز. به هیچ وجه نه، عملات است که خیلی وحشیانه علیه مردم ملکی، علیه برادرای ازاری ما شیعه ها، و همچنان امروز عملی که در یکی از مساجد که او را به یک خانقاه هم در این زمان استفاده میکردن، به اصطلاح صوفی ها در اونجا بودن، بالا از اونها حمله شده. اینا شدیداً قابل تعبیه است و به هیچ وجه توجیهی نداره. درست. آقای فروزان، پیام مشخص همین حملات روزهای اخیر بر مردم افغانستان چی است؟ من فکر میکنم هدفش مشخصاً به نظر من، البته داعش خودش یک بخش عملیاتی ISI پاکستان است. این داعشی که در سوریه و عراق بوده زیاد به او ارتباط نمیره، شاید در آغاز یک تعداد از او آمده بودن در چین و در قسمت های شمال افغانستان به خاطر از اینکه میخواستن علیه روسیه و ایران عملیات کنن، اما بیشتر پسان ایرا باعث یک نام، باعث یک برند پاکستان از این استفاده میکنه. پاکستان در افغانستان هیچ حکومت نمیخواد، با همه حکومت های افغانستان به یک نوع یا جواد اعلان کرده یا یکی مخالفت کرده و یا سرنگون کده حکومت ها را. این سلسله از دوران ظاهرشاه، داوود خان، حزب دموکراتیک خلق و بالاخره حکومت آقای ربانی و حکومت قبلی را هم که دیدیم از آقای کرزی و آقای غنی دوام داشت. سلسله در افغانستان، اصلا افغانستان هم میخواه یک کشور باشه که دهی نهادا نباشه، دهی به اصطلاح نه دفتر داشته باشیم، نه دیوان داشته باشیم و نه یک حکومت دارای ساختارهای مدرن. برای پاکستان جایگاه بسیار خوب برای پاکستان از دید پاکستان حکومت قبلی طالبا بوده که اصلا دفترم نبود، دیوانم نبود، بالا یک مخروبه اینا حکومت میکردن. حالا میراثی که از جمهوری اسلامی افغانستان برای طالبا مانده، ایره پاکستان برش قبول نیست که یک اردوی اینا داشته باشن با تجهیزات 80 میلیارد دلاری و در این زمان وزارت خانه و تمام دفتر و دیوان و تمام سیستم. ما به نظر ما پاکستان از دورانی که ایجاد شده او همیشه گروه تروریستی را حمایت کرده و در افغانستان در سال 1975 وقتی که جمعیت اسلامی را به میان آورد، ده روز بعدش حزب اسلامی را به شکل جداگانه دو حزب ساخت در راولپندی، و در این زمان وقتی که مجاهدین اینا تا حد امکان موفق شدنشان علیه اتحاد جماهیر شوروی بیشتر شد و بیشتر شد، باز گروه دیگه را به میان آورد که از جمع از او طالبان یکی از واسطه که تحت حمایت پاکستان بودن. حال وقتی که طالبان را چانس موفقیتشان، چانس پیروزیشان بسیار زیاد شد، یک 6-7 سال پیش و فهمیدن که امریکایی ها میبرن، داعش ساخته یک بدیل برای طالبان و یک نوع تهدید باشه و در عین زمان افغانستان را به خرابه مبدل کنه، حکومتش ناکام کنه مثل که حکومت های سابق ناکام کرده. به نظر من یک پروژه پاکستان است و هدفش ایست که افغانستان باید به جای نرسه که بتانه با پاکستان باعث یک امسایه که دارای نهاداست، دارای حکومت درست است و در جهان باعث یک حکومت مستقل شناخته میشه و مرکزیت پاکستان نباشه بر قابل تعمل نیست. درست آقای فروزان. خب شما میگین که داعش پروژه ای است که سوی پاکستان تمویل میشه و بالاخره از او طرف فربهتر میشه. من میخوایم بپرسم، خب حالا اگر در افغانستان وجود دارد، تهدیدش چقدر میتونه به افغانستان جدی باشه؟ خب داعش تهدیدش، خب هدفشان فعلا یک جنگ فرسایشی است به شکل که تروریسم و مساجد و خانقاها و به اصطلاح تکیه خانه‌های شیعه ها را اینا را تارگت قرار میتن یا هدف قرار میتن. هدفشون نیست که به امنیتی بیارن و امی یکی از دستاوردهایی که طالبا دائم عرضه میکردن که میگفتن که ما امنیت آوردیم، او را میخواین از پیشون بگیرن که شما امنیت آورده نتانستین و یگانه چیز را که بیشتر طالبا به او بسیار افتخار میکردن ایر از پیشون بگیرن.
و رقابتشان با طالبایی است که در حقیقت طالبای امارت میخواهند و او خلافت میخواهند و در این زمان طالبا یک کمک دید بازتر در مقابل مثلا مذهبای مثل شیعه و یا دارد داعش خیلی اونا تکفیری و به یک شکل سلفی و تکفیری هستند که دیگر همگی مذاهب دیگر را هیچ کدامش قبول ندارن و همچنان امی عملی که شده بالای خانقاه و یا امو مرکز صوفیا یا مسجدی که بوده اونا در مجالس خود دایر میکردن ای هم یکی از برنامه است که سخت مخالف از ایست داعش و میخواه که تارگتش امی مردم های باشه که کاملا خلاف دیدگاه داعشی ها، سلفی ها و تکفیری هستند. بله. آقای فروزان، همین تناقض دیدگاه ها و باورهای دینی در میان گروه داعش و حکومت فعلی سرپرست در افغانستان چقدر تهدید همین گروه را در برابر افغانستان جدی می سازد؟ خب تهدید جدی به خاطر از این است که مردم ملکی در اینجا ضایع میشن و وقتی که مردم ملکی مورد حمله قرار میگیرن، ایره ما در قبلا هم در حکومت قبلی هم دیدیم، وقتی که مردم دست به گریبان با حکومت خود میشه، دیگه حکومت با زلاخره اما پایه‌های مردمی خود از دست میته و فرو میپاشه. هدف از جنگ فرسایشی در 20 سال گذشته می بوده، حتی در 40 سال گذشته می بوده که فقط مردم به سطو بیارن تا ای که دست به گریبان شوند و در این زمان هدفشان ایسته که یک جنگ مذهبی را در افغانستان برپا کنند و در حالت فعلی خیلی خطرناک یک تهدید بزرگ به خاطر از ایسته که ما شما میبینیم از یک طرف پاکستان بمبارد کرد و تیارهای ازبکستان هم خبرش نشر شده در بعضی از رسانه ها که بعضی هاش داخل خاک افغانستان آمده بودن و به یک شکل گزمه کردن و پس رفتن و داعش هم به یک شکل گفتن که ما یک تعداد راکت ها را زدیم بالای ازبکستان پرتاب کردیم که گرچه که تایید شده نیست، اما از آمدن تیارهای ازبکستان معلوم میشه که شاید یک حقیقت داشته باشد. تا جای تمامی خطرها وقتی که یک جای میشه و بعضی از به شکل مقاومت ها و بعضی گروه های دیگه هم اعلان کدر رئیستن دمی روزا که حضور خود اعلان میکنن و یک جا با داعش همه گزی و روابط ما با پاکستان، ازبکستان، ایران در مجموع خطر بسیار بزرگ، تهدید بسیار بزرگ است. آقای فروزان، خب چطور ممکن است جلو همین پروژه هایی که به باور شما پروژه ای است که از سوی کشورهای متعدد تمویل می شود، مشخصا توقف همین پروژه ها نیازمند چه نوع میکانیزم از سوی جهان و مخصوصا امارت اسلامی است؟ ببینه همه گزی برمیگرده به ای که امارت اسلامی مشروعیت قانونی نداره. اینا به بنیاد قانون اساسی یا کدام انتخابات نامدن افغانستان به زور تصرف کردن در نتیجه 20 سال جنگ و بالاخره تمام سیستم از هم فرو پاشید و اینا آمدن حکومت در اقتدار آمدن، به یک شکل حاکم شدن در افغانستان. برای رای حل ازی باید ما به طرف یک انتخابات بریم، انتخاباتی که مردم حکومت خود انتخاب کنه. در او صورت باز ملت از کشور حمایت میکنه، سیستم حمایت میکنه، از نظام حمایت میکنه و خارجی هم به این شکل خود جرات نمیتن که یکیشان از یک طرف تیاره روان کنه و دیگهشان از دیگه طرف. یک کشوری که فعلا ما اصلا در افغانستان قانون نداریم، به بنیاد قانون در هیچ چیز قانون نیست. یگانه قانون را که به یک شکل گفتن که قانون رسانه ها را ما قبول داریم از حکومت قبلی هم، او هم صرف در حرف بوده. ما میبینیم که ژورنالیست ها دستگیر میشن، فشار بالایشان میاد، حتی همو قانون هم دقیقت قبول نشده. قانون اساسی موجود نیست و هر کسی که طور مثال مثلا یک مولوی است یا یک کسی که ولسوال است یا در یک جای مقرر شده، هر کدام با مزعم خودش، با فکر خودش سزایی که یا جزایی که میته و مجرمین دستگیر میکنن به بنیاد کدام قانون جزا نیست، قانون مدنی نیست، قانون اساسی نیست، نه حکومت به بنیاد ساخته شده. رای حل ما بیرون رفت از این به طرف یک انتخابات رفتن تا که یک حکومت مشروعی که پایه‌های مردمی داشته باشه ایجاد شده. در صورت ملت هم پشتیبانی میکنه و نیروهای امنیتی هم از خود مردم میباشه، از در این زمان خارجی ها بیگانه ها میفهمن که اینجا یک کشور است
که ملتش و حکومت خود انتخاب کرده، دیگه به خود اجازه نمیتن که در مسائل افغانستان اونا مداخله کنن. درست، البته ای از بود داخلی بود که شما راه حل اشاره کردین. نسخه پیشنهادی که بالاخره به خاطر بهبود همین وضعیت وجود داره را شما اشاره کردین، ولی ما میخوایم مسئولیت جهان را در قبال توقف همین پروژه های متعددی که خب حالا شما بر او صحبت های داشتین چی میتونه باشه؟ مسئولیت جهان چیست؟ خب مسئولیت جهان امروز یک پیشنهاد که شده از طرف برادرای ازاری ما و شیعه ها که تقاضا کردن از شورای امنیت ملی تا ای که از شورای امنیت سازمان ملل که در مسئله افغانستان جدی شوند و یک منشور باید یا طرح را پیشنهاد کنند که به بنیاد از او طرح علیه ای عملات علیه گروه اقدام شود، این میتونه یک راه حل باشه. بسیار زیاد تشکر آقای ولی فروزان، آگاه سیاسی، از حضورتان در برنامه. تشکر از شما.